افشین فروتن، معروف به افشین رپ و موزیک. ایشان به تازگی ازشون یک ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که داشتن آهنگ رپ میخوندن و به مسائل سیاسی و عقیدتی ایران میپرداختن. ایشان که همکنون در یکی از کشورهای اروپایی به سر میبرن، فرصتی پیش آمد تا با ایشان یک گفتگوی شنیدنی داشته باشم. نظر شما بینندگان محترم را به این گفتگو جلب میکنم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام بینندگانتون و تمام دوستانم. از اینکه در خدمت شما هستم بسیار خوشحال هستم. اگر سوالی دارید در خدمتتون هستم. که درود افشین گرامی، استفاده از مهرتون که دعوت منو برای این برنامه پذیرفتید. افشین جان، به تازگی از شما ویدیویی منتشر شد که در ارتباط با امام سوم شیعیان یک موزیک رپی رو خونده بودید. من خیلی مایل هستم واسه بینندگانی که این برنامه رو می‌بینن، اون در این ارتباط این ویدیویی که منتشر کردید بگید و یک بیوگرافی از خودتون بدید برای اون بینندگانی که شما رو نمیشناسن، تا اینکه بیشتر با شما آشنا بشن. عرض کنم که من در حدود 12 یا 13 ساله که خارج از کشور هستم و اصلا به این فکر نیفتاده بودم که توی مملکتم چی داره میگذره و حدود 4 ماه یا 5 ماه که با دنیای مجازی آشنا شدم و مبارزه من از موقعی شروع شد که فهمیدم که جوانها رو به چه صورت دارن میبرن زندان به صورت مخفیانه و چند تا مصاحبه از چند شیخ دیدم که به چه صورت دارن دروغ رو به حقیقت دارن به حقیقت بیان میکنن و به این صورت دارن مردم رو سرکیسه میکنن و از اون روز دیگه عزمم رو جذب کردم و شروع کردم به مبارزه و چون خودم شعر میگفتم و شعرامو به صورت رپ در آوردم و حالا هم در خدمت شما هستم. دیگه نمیدونم دیگه چی باید بگم. افشین جان، چند سال شعر میگی؟ چند سال رپ میخونی؟ من عرض کنم که حدوداً 6 ماه رپ میخونم، ولی حدود 1.5 تا 2 ساله که شعر میگم و 6 ماه که رپ دارم میگم و حدود 2 ماه فکر میکنم حالا یکم بیشتر شروع کردم به رپ خوندن. تسلط خوبی هم داری بدون موزیک و خیلی زنده، چون من تا اونجایی که میدونم خیلی از دوستان رپ خون وقتی که میخوان رپ بخونن در استدیو تیکه تیکه میخونن و در آخر به هم اینا رو میچسبونن و ادیت میکنن و اون آهنگو میدن بیرون، ولی شما من وقتی یک کلیپت رو دیدم یک نفس تا آخر رفتی. عرض کنم خدمتتون که چون حرف من از دل میاد و من از درد میگم، من دنبال شهرت نیستم، من حرف جوونا رو میگم، حرف اونایی که دوستامن میگم، به خاطر همین میگم من تا به الان استودیو نبارم و تو خونه همه رو تا به الان ثبت کردم و همه کاراش خودم تا به الان کردم و خوشحالم از این که میتونم صدایی باشم برای این که بتونم صدای جوونایی که نمیتونم فریاد کنن فریاد بزنم و اینا اولش هم میگم توهین نمی کنم به حرفایی که میزنم، اعتقاد دارم چون مطالعه کردم، چون بدون مطالعه شعر نمیگم، بدون مطالعه حرف نمیزنم و هدفم هم مبارزه است و در خدمت تمام دوستام هم هستم. ببین افشین جان، شما اشاره میکنید توهین نمی کنم، اما خب منم با شما در این زمینه هم نظرم، شاید خیلی از بیننده ها هم نظر باشن، اما موسیقی ها یا اون آهنگ هایی که شما الان دارید به صورت رپ در خانه میدید بیرون یک رنگ و بوی ضد اسلامی داره. البته این ضد اسلامیش میتونیم تعبیر کنیم که توهین نیست، اما از نظر اون مسلمان هایی که باورمند به دین و مذهب اسلامی هستن یک نوع توهین محسوب میشه. من میخواستم در این ارتباطه که اصلا قبول داریم چیزهایی که دارید میخونید، این رپایی که دارید میدید بیرون رنگ و بوی ضد مذهبی داره؟ عرض کنم که رنگ و روی ضد مذهبی داره به خاطر اینکه من همیشه بر این عقیده بودم که شیخ موقعی که اومد توی ایران، موقعی که مذهب آورد توی ایران، عین یه دونه عنکبوت شروع کرد رو مغز ما به صورت یه دونه عنکبوت تار نهادن که هیچ گونه آگاهی به مغز ما نرسه. من هیچ گونه توهین نمی‌کنم، پشیمونم نیستم، من حرف حقیقت رو میزنم، من حرفی رو که تو تاریخ دارم میبینم دارم میگم. من دارم میبینم که الان توی آذربایجان ما الان هموطن من الان آواره است، ولی
به 4 تا قبر سرداران تازی رایانه وصل شده به خاطر اینکه پول مردم رو بکشن. من دارم میخونم به خاطر اینکه حسینی که میگن مظلومن، آیا شما، آیا اونایی که به من میگن من دارم حرف ناحق میزنم رفتن توی تاریخ بخونن ببینن که حسین خودش فتوا داده و اینو گفته که ایرانی عجمه و خونش حلاله و زنش باید بره به کنیزی و مردانشون باید برن به بردگی. اگر حقیقت، اگر حقیقت گفتن به قول اونایی که اسلامی هستن توهینه، من عاشق این توهینم، من عاشق این توهینم، چون هدف من آگاه کردنه. من از خودم نمیگم، من چیزی رو که تو تاریخ میبینم میگم. حالا هر کی میخواد توهین حساب کنه بکنه، هر کی میخواد توهین حساب نکنه خودش میدونه، ولی میگم من از اولش هم گفتم اگر کافر بودن به حقیقت گفتنه. من دوست دارم کافر بمیرم اما جاهل نباشم، اینا همیشه گفتم الان میگم و پشم هستم. افشین جان، البته این حرفی که حسین برگشته گفته امام سوم شیعیان در کتاب سفینه البحار جلد دوم صفحه 164 شیخ عباس قومی این مطلب رو آوردن و البته در چاپ جدید اومدن یه خورده سانسورش کردن و در جلد ششم همان صفحه و همان نویسنده هم اکنون در خیابان‌های تهران دوستان میتونن برن در مساجد و در جاهایی که کتاب‌های مذهبی دارن، هم اکنون میگم در جاهایی که وزارت ارشاد هم به آنها مجوز داده، این نوشته امام سوم شیعیان موجوده که چقدر ایشون دیدگاه‌های فاشیستی داشتن، چقدر تعصب به قوم قریش داشتن و این امروز برای شوربختی ماست که این گونه ایرانی‌ها تو سر کله هم می‌دارن. افشین جان، در ارتباط با اتفاقاتی که در سال 57 افتاده، نظر تو به عنوان یک جوان، اولا من سنتو نپرسیدم چند سالته اگه دوست داری بگی. بنده نه بنده هیچ ابایی ندارم، بنده 35 سالمه. عرض کنم خدمتتون در رابطه با مد 57 متاسفانه ما، البته من که جزء نسل سوخته هستم، این خود شما و این دوستانم، متاسفانه بزرگان پدران ما اسیر اتفاقی شدن که بدون آگاهی قبول کردن و من فکر میکنم و اینو گفتم و اینو الان میگم، متاسفانه روی جنگ سردی که روی مغز ما، روی مغز پدران ما انجام دادن در زمان گذشته، در زمان حکومت گذشته توسط فیلم هایی که اجرا میشد، چون شما اگه دقت کرده باشین در تمام فیلم ها یکی یه دونه امامزاده است و یه دونه ناجی دروغی که اونجا هست، ولی هیچ وقت پدران ما نرفتن بشنن مطالعه بکنن ببینن آیا یه همچین چیزی هست یا نه. متاسفانه در کشور ما، در کشور ما یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که ما اکثرا عقلمون به چشمونه، بدون مطالعه کارو انجام میدیم و چیزی که بزرگترامون انجام دادن نمیریم مطالعه کنیم ببینیم درسته یا درست نیست و اونو قبول میکنیم. ولی خوشحالم الان جوونا دارن مطالعه میکنن، الان ذهنشون داره باز میشه با این که الان توی ایران متاسفانه سانسور خبری بیداد میکنه، ولی خب جای خوشبختیه، جای من اینو بهشون تبریک میگم که به هر صورتی که میشه خبرها رو و وقایع مهم رو به گوش همدیگه میرسونن و یکی از اهدافی هم که من دارم اینه که بتونم چیزهایی که توی تاریخ میبینم، توی تاریخ میخونم، حقیقتهایی که میبینم اینا رو بتونم به صورت شعر، به صورت رپ به گوش هموطنان برسونم و این بزرگترین هدف منه و فکر میکنم شما هم همین هدف رو داشته باشین که بتونین آگاه، که بتونین اول آگاه بشین و بتونین آگاه بکنین. من فکر میکنم بزرگتر از این هدفی داشته باشین. افشین جان، میگم به عنوان یک جوان برای من خیلی جالبه بدونم که امروز نسل ما یک بحثی که توشون حالا اتفاق افتاده تو مصاحبه‌هایی که دارم با دوستان، اینو میگن که اپوزیسیونی که الان وجود داره در برابر جمهوری اسلامی، بخش عمده ایشون در اتفاقات سال 57 دخیل بودن. بنابراین جوانان میگن نخست اینا باید غرامت و یا حداقل یک عذرخواهی ملی از ما جوانان که نسلمون سوخته شده انجام بدن و بعد بیان حالا برای خودشون کنفرانس‌هایی در اولاف بالمه، در پراگ و در جاهای دیگه بذارن، چون این اشخاصی که در این کنفرانس‌ها وقتی که میرن شما نگاه کنید بالای 90% نقش‌های مستقیم داشتن در اون اتفاقات سال 57 و هم اکنون هم حاضر به یک عذرخواهی نیستن چه برسه به یک غرامت. نظر شما در این مورد چیه؟ عرض کنم خدمتتون که در مورد این اپوزیسیون که شما میفرمایید، به نظر من ببینید اینایی که توی اون روز
اومدن و نقش داشتن در انقلاب ننگین 57، الان هم یه جور دیگه دارن ایفای نقش میکنن، چون اینا همشون از یک بسترن و شبها ببخشید همه از یک دفترن و شبها در یک بسترن. و متاسفانه این اپوزیسیون ها الان دارن تغییر نام میدن به نام اصلاح طلب، مثلا یکی از واژه‌ای که دارن میگن این اصلاح طلب. و اگر شما به اول و آخر حرف اینا اگر گوش بکنید میگن که آرمان های امام، من نمیفهمم آخه امام اصلا آرمانش چی بوده؟ امام آرمانش نسل‌کشی، کور کردن ذهن ها. عرض کنم امامی که برمیگره میگه که ما روشن فکرامون کافرن، تو دانشگاه کافرا میرن. اصلا در مورد این شخص و این حزب اصلا صحبتی ما نمیتونیم بکنیم. و من فکر نمی کنم که این اپوزیسیون و من فکر نمی کنم این اپوزیسیون ها اصلا ارزش اینو داشته باشن که اصلا بخوایم در رابطهشون بحث بکنیم، به خاطر اینکه اینا خیانت خودشونو یک بار ثابت کردن. و متاسفانه اکثر احزابی که در خارج از کشور هستن خواسته یا ناخواسته دارن جمهوری اسلامی رو کمک میکنن و من متاسفم از این هم. من به واقعیت متاسفم. یکی از مسائلی که الان داریم، چند تا از احزاب در خارج از کشور دارن میگن همدردی با مردم سوریه. خیلی خوب، به عنوان اینکه بچه‌هاشون دارن کشته میشن، زناشون دارن آواره میشن، خیلی خوب، این چیز قشنگیه. اما یادمون نره کسایی که الان آواره هستن اکثرا شیعیان هستن و اونا طرفدار اسدن و اونا طرفدار 100% خامنه ای هستن و اینها کسانی هستن که به ایران ما خواهند اومد و اینا کسانی هستن که به خاطر پول جوانای ما رو خواهند کشت، همونطوری که الان دارن میکشن، دارن شلاق میزنن. تو 88 این کارو کردن. من فقط خواهش میکنم از مردممون، از جوانامون، هر کاری میخوان بکنن اول فکر کنن، آگاهی پیدا کنن، بعد انجام بدن. میدونید متاسفانه احساساتی نشیم. یه دونه عکس بچه رو جلو میذارن، سریع احساساتی نشیم، ببینیم این بچه اگر یک روز مثل پدرش بشه چی میخواد. اطلاعاتون قطع شد افشین جان. الان صدای منو داری؟ بله بله صداتون رو دارم. بله بفرمایید. عرض کنم که من خواهش میکنم از جوانامون اول بشینن فکر کنن، اول بشینن آگاهی پیدا کنن، بعد هر کاری میخوان بکنن بکنن. ولی در رابطه با این که الان ما حامی مردم سوریه هستیم، ببینن اینی که الان بچه است، الان مورد نمیدونم تیر بهش تیر خورده یا هر چی، آیا این اگر بزرگ بشه چه میخواد چه به روز بچه ای من و تو بیاره، همونطور که پدرش داره این کارو میکنه. چون اینا اکثرا مزدورن. داریم میبینیم، دیدیم و خواهیم دید. و من یک چیزو میگم در تکمیل گفته هام، اگر خدایی بود، اگر اسلامی بود، اگر تبلیغات اینا درست بود، چی میگن این یا رقیه تو سوریه الان نمیذاشتش که این همه آواره توی سوریه به وجود بیاد. فقط اینا میدونم که همه شعار تبلیغاتیه، اینا همش دروغه، اینا فقط سرکیسه کردن جون و مال ملت ایرانه، بیشتر از این هیچ چی نمیدونم. افشین جان سپاسگزارم از اینکه وقتتو گذاشتی. اگر هم و گفته ای که من پرسشی ازتون نکرده باشم و شما بایستی بگی و حرفی داری واسه بیننده هامون، این وقت و این گوی که شما اون سخنتون رو بگید. خواهش میکنم. من فقط یه مطلب یا دو مرتبه کوچیکو میخوام عرض بکنم. یکی این که خواهش میکنم از اونایی که واقعا مبارز هستن تو تاریخمون نمونیم. الان وقت این نیستش که شاه کی بود، مصدق کی بود. الان وقت اینه که بدونیم که ایران و اونی که داره مبارزه میکنه کیه و چیه. این یکی. بعد ازتون خواهش میکنم، از اونایی که صدای منو دارن میشنون، از اونایی که دارن گوش میدن، اسیر جفسازی نشیم. چون شیخ 1100 تا حیله بلده. فقط مواظب باشیم، فقط حواسمون باشه. اینا اگر امام زمانشون هم اگر فردا بیاد برمیگردن میگن که حتی این دروغه. یعنی اینا به این حدن. همونطور که یک روز برگشتن گفتن که آمریکا بده و الان دارن زمزمه میکنن که با همدیگه روی یه دونه میز بشینیم با همدیگه صحبت کنیم. اینا کسانی هستن که توی ایران هستن. اینا اگر شده باشه ذره ذره خاک ایرانو مثل خزر از دست بدن، عاشق قدرتن، عاشق خام بودن فکر من و تو هستن. امیدوارم که خواب نماشیم، بیدار شیم. امیدوارم اونایی هم که میان خارج از کشور قبل از این که بتونن جوابشون رو بگیرن، کاغذشون رو بگیرن، اگر میان مبارزه میکنن،
امیدوارم روزی که کاغذشون رو گرفتن که حقشون رو بگیرن، ولی بعد از اون هم مبارزشون رو ادامه بدن، نه اینکه بگن خب دیگه من کاغذمو گرفتم دیگه واسه هم مهم نیست. برای ما مهم ایران و ایرانیه، نه کاغذ. ما باید خجالت بکشیم از اینکه تو کشورهای دیگه بلند شیم بیایم مثل ترکیه که واقعا هموطنانمون دارن اونجا زجر می‌بینن، یا کشورهای دیگه بیایم پناهنده شیم. واقعا این یه ذره همچین روی خوشی نداره. حالا شما اگه امری ندارید من دست حضورتون مرخص میشم. سپاسگزارتونم، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید. پاینده باشید. درود بر شما. خواهش می‌کنم. تا بعد.